ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد حدود 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران هم در اختیار حکومت قرار گرفته. شماری از زندانیانی که گفته میشه ایرانی هایی بودن که در آمریکا گرفتار محدودیت بودن هم آزاد شده. آیا باید جمهوری اسلامی جشن بگیره؟ بهتره که ما تمرکزمون رو نگه داریم رو این سیاست شکست خورده آمریکا. اتفاقی که الان افتاده ترکیبی از ناکامی ها و شکست های سیاست آمریکا در قبال ایران بوده. من عصبانی هستم، مخالف هستم با چنین توافقی به طور کلی. من فکر نمی کنم که در جهت منافع آمریکا باشه، صادقانه بگویم. بنابراین اون توافقی که شده به نفع ایرانه. چندی پیش هواپیمای ابراهیم رئیسی در این فرودگاه نشسته. ابراهیم رئیسی گفته اینجاست تا مندیات رهبر جمهوری اسلامی رو به گوش بقیه برسونه، اما به نظر میرسه دولت‌های خارجی هم و همچنین سیاستمداران آمریکایی از شرایط موجود خوشحال نیستن. به نظر من زمان آزادسازی این زندانیان تلاشی است از ایران برای استفاده بهینه از زمان. من تعجب نخواهم کرد اگر فردا آقای رئیسی در سخنرانیشون در سازمان ملل به این مسئله آزادی هم اشاره بکنن به عنوان یک به اصطلاح پوان مثبتی برای خودشون در این رابطه. از سوی دیگه این واقعیت رو هم نمیشه انکار کرد که دولت امریکا و کشورهای اروپایی هم احتمالاً به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی در حال سقوط نیست. بنابراین این جنبشی که از سال گذشته شروع شد توانایی به پایین کشیدن جمهوری اسلامی رو نداره و لذا اینها مجبور هستن باش یک شکلی مذاکره بکنن. یک سوال بزرگ میمونه. اول اگه قرار بود تبادل زندانیان انجام بشه، خب آمریکا 5 تا داره میده و ایران هم 5 تا. دیگه اون داستان 6 میلیارد دلار چی است؟ اون چیزی که ما الان میبینیم در واقع یک پربرنامه پیچیده‌ای انجام شده که درش هم جمهوری اسلامی بتونه بهره برداری تبلیغاتی بکنه، یعنی در آستانه سالگرد مهسا بود، در آستانه ورود آقای رئیسی به نیویورک دارن نازاد میشن، مقامات بلندپایه آمریکا رو تونستن بکشونن به قطر، نمیدونم سفیر قطر از ایران 5 ایرانی رو میبره قطر، مقامات امنیتی ایران اسکورت میکنن اونا رو. به هر حال ایالات متحده و دولت آقای بایدن اگه واقعا میخواستن کاری انجام بدن، بحث این بود که اجازه ندن که این به نتیجه برسه، اجازه ندن که این پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد بشه. رویکردی که الان دولت بایدن نسبت به ایران داره یک سیاست وارونه هستش. اگه اونها واقعا میخواستن با حکومت ایران به توافق برسن، توافقی که به نفع آمریکا و متحدان باشه، باید این فشار رو روی ایران نگه میداشتن، باید سعی میکردن یک بازدارندگی راهبردی رو در قبال حکومت ایران در پیش می‌گرفتند. جای نگرانی این نقطه قضیه دارد که یک بار دیگه جمهوری اسلامی سیاست گروگانگیریش کار کرد، یعنی در ازای آزادی این افراد امتیازهایی داده شد به جمهوری اسلامی. خب پنهان نیست برای کسی. جای نگرانی از نحوه آزادی اینها هست و امتیازهایی که ممکنه جمهوری اسلامی گرفته باشه. جمهوری اسلامی پیروز شده برای اینکه این زمان رو دقیقاً تنظیم کنه در آستانه هم سفر رئیسی و هم سالگرد خیزش. الان که ما مشو داریم صحبت کنیم، در قطر این تبادل به صورت رسمی در حال انجام گیری هست، اما مسئله بزرگتر اینجاست که همین یک ساعت پیش آقای رئیسی به عنوان شخص مورد تحریم سازمان ملل و آمریکا با هواپیمایی که اتفاقا هواپیمای مورد تحریم سازمان ملل و آمریکا هم بوده وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک شده. به نظر شما اساسا همزمانی این دوتا مقوله چه نمایی میده؟ چقدر حاکی از اینه که آمریکا در واقع به نوعی تلاش میکنه که پاسخگو نباشه در قبال ورود ابراهیم رئیسی به مجمع عمومی سازمان ملل؟ لابی جمهوری اسلامی چنان که عرض کردم قدرتمند عمل کرده. این از واکنش هایی که ما داریم میبینیم به اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده در ایران آشکاره. این نوع اقدامات، این نوع در واقع توافقات به نوعی دلسرد کننده میتونه بشه. من یه افسر سابق نظامی هستم. حکومت ایران الان درگیر یک جنگ علیه آمریکا هست، درگیر یک جنگ علیه آمریکا و متحدان آمریکا هست در منطقه. اگه ما نتونیم با یک عامل بازدارندگی راهبردی با این مسئله برخورد بکنیم و به جاش هویج و مشوق بدیم به حکومت ایران 6 میلیون دلار برایش پول آزاد بکنیم، این به مثابه واقعا مماشات هست. به نظر شما چقدر این تبادل و این مذاکره رو میشه به عنوان یک دستاورد برای جمهوری اسلامی قلمداد کرد؟
قطعا یک دستاورد هست. فقط همین 6 میلیارد حدودا نیستش، بلکه خاطرتون باشه چند وقت پیش از طریق عراق هم حدود 3 میلیارد و 6 میلیارد دلار آزاد شد. به هر حال این دیپلماسی اشتباه دولت بایدن کاری رو حل نخواهد کرد، کمکی نخواهد کرد. حکومت سر پا ایستاده، نه فقط کردهای ایرانی رو از اقلیم کردستان به عقب رونده، نه فقط رئیسی با وارد شدنش به نیویورک که اتفاقا در لیست تحریم‌های آمریکا هم هست باعث میشه که ما 6 میلیارد بگیریم، حتی بیشتر از دولت روحانی برای آزادسازی گروگان‌ها. به علاوه اینه که ما تونستیم خیلی موفق از خیزش مهسا هم عبور بکنیم و الان در سن علنی سازمان ملل هم فردا احتمالاً روحانی رئیسی سخنرانی خواهد کرد و پروپاگاندای معمولی خودش رو مطرح خواهد کرد و با شورای روابط بین الملل در واشنگتن دیدار میکنه و غیره.